علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستن. آقای سعدزاده وقت شما بخیر. آیا از سفر وزیر خارجه عراق به ایران شروع کنیم؟ آیا این سفر رو شما واکنشی به حمله اخیر موشکی ایران به اربیل عراق میدونید؟ بیشک، چون به هر حال اون چیزی که وزارت امور خارجه ایران در اعلامیه‌اش گفته، اول گفته که بود، گفته بود که ما راجع به خیلی مسائل صحبت کردیم، سوریه، یمن، حتی اوکراین، عربستان سعودی، ولی در به همین بیانیه معلوم میشه که تنها مطلبی که بوده مطلب امنیتی بوده. این یک. دومی که شما وقتی که به هیئت هیئتی که همراه آقای فؤاد حسین بودی که به تهران رفته نگاه میکنید، همشون مقامات بلندپایه امنیتی است و تنها مشکلی که عراق با ایران در این روزها داره مسئله امنیتی است. به همین تم آقای فؤاد حسین صراحتا گفته مسئله وساطت یا میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی هم عراق تا حدودی کنار گذاشته، برای اینکه مثل که مسئله امنیتی خیلی برشون مهمه. آقای فؤاد حسین گفته مسئله عربستان رو باید شما از خیلی صراحتا گفته باید برید از علنی و دیپلماسی حل کنید این مسئله رو، یعنی از حتی پرونده عربستان هم خودشو کنار کشته عراق، چون مسئله امنیتی براش خیلی خیلی مهم شده و معلوم است که این در آینده نزدیک عراق خیلی تاثیر داره، به خصوص اینکه اگر در نظر بگیم که در عراق ما فعلا دولتی نداریم و مسئله شرکت در دولت گروه های هشت و شعبی آریانه خودش این مسئله تهدید امنیتی رو هم بیشتر میکنه. آقای سعدزاده، من میخوام خیلی کوتاه به این حرف سفیر ایران در بغداد هم بپردازیم که بازم تاکید کرده که به هر تهدید امنیتی علیه ایران پاسخ میده. با شرایطی که شما از عراق توصیف کردید، آیا باید شاهد افزایش تنش‌ها بین دو کشور باشیم؟ کوتاه اگه بگین ممنون میشم. خیلی بله، مسلماً اگر نظر آقای مسجدی که فعلا دیگه سفیر نیست و جانشینی دیگه به جاش اومده و سفر و حرفای آقای پاکپور فرمانده نیروی زمینی ایران رو به نظر بگیریم و حتی حرفایی که آقای امیر عبداللهیان در ملاقاتش با آقای فؤاد حسین در نظر بگیریم، مثل این که حاضر نیست ایران سیاستش را در مورد عراق و حملاتش تغییر بده و این خودش تأثیر میذاره روی مسائل امنیتی بین ایران و عراق. سپاسگزارم از شما که مهمان ما بودید. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت.